سلام و عرض ادب و احترام، خوش اومدید به کانال منحرفان شریف. رقص جنجالی گوهر خیراندیش در آمریکا و در مراسم عروسی دخترش باعث شد پخش فیلم زیرخاکی متوقف بشه، فیلمی که قرار بود در ماه رمضان سال 99 پخش بشه. سال گذشته بود که ویدیوی عروسی دختر گوهر خیراندیش و عکس‌هایی که از او در کنار ابی منتشر شد، او را تا مرز ممنوع التصویر شدن پیش برد. عروسی دختر گوهر خیراندیش در آمریکا برگزار شد و ویدیو و تصاویر جنجالی زیادی از گوهر خیراندیش و دخترش منتشر شد. آناهیتا دختر گوهر خیراندیش که در آمریکا زندگی میکنه، در ماه فوریه سال 2020 یعنی 12 بهمن 98 طی مراسمی در آمریکا ازدواج کرد. حالا خانم گوهر خیراندیش در این رابطه صحبت کرده، در جشن حافظ درباره اون فیلم خصوصی از رقصش در عروسی دخترش که یه نفر به صورت پنهانی فیلم برداری کرده و پخش کرده. قبل از اینکه ادامه ماجرا رو بهتون بگم، خیلی ازتون تشکر میکنم به خاطر لایک این ویدیو. اگه هنوز عضو کانال نیستید هم لطفاً روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید، خیلی ممنونم. اردیبهشت 99 بود که خبر رسید فیلم زیرخاکی توقیف شده و خانم گوهر خیراندیش هم مقصر توقیف این سریاله. توقیف این سریال ربطی به محتوا و ممیزی نداشت. شاید با کوتاه شدن برخی سکانس‌های مرتبط با حضور خانم گوهر خیراندیش مشکل حل می‌شد. هنوز رسماً جایگزینی برای این سریال برای ماه رمضان سال 99 انتخاب نشده بود. اما ظاهراً مربوط بود به رفتار حاشیه‌ساز خانم گوهر خیراندیش، بازیگر این سریال، که چندی پیش در مراسم ازدواج دخترش در خارج از کشور رفته بود و در آن مراسم رقصیده بود و فیلمی از آن رقص پخش شده بود. خانم خیراندیش در جشن حافظ به بازی خودشون در این سریال اشاره کردن و گفتن در فیلم زیرخاکی بسیار خوب بازی کردم. یک پیرزن شیرازی که هم خودم نوشتم و هم بازیش کردم و بسیار از این نقش راضی هستم. قرار بود سریال زیرخاکی به خاطر رقص من در آمریکا پخش نشه. من نمیدونستم که نباید در مراسم عروسی دخترم برقصم. چرا اون کسی که بدون اجازه از من فیلم گرفته و پخش کرده رو مؤاخذه نمی کنن؟ ایشون گفت من دیگه توجیه هستم و دیگه همچین کاری رو نمی کنم. یک خاطره تلخ دیگه هم برای خانم گوهر خیراندیش اتفاق افتاده. در مراسمی در یزد، وقتی یک پسر هنرمند برای دریافت جایزه‌اش به روی صحنه اومد، گوهر خیراندیش جایزه ایشون رو تقدیم کرد. وقتی جایزه رو بهشون داد، این پسر رو ناخودآگاه بوسید. بعدن خانم گوهر خیراندیش گفتن به خاطر حس مادری آن لحظه این پسر را بوسیدم. این پسر مثل پسر خودم بود. خود خانم گوهر خیراندیش در مراسمی سالها بعد در جشنواره فجر گفت امروز توجیه هستم و دیگه کسی رو نمی بوسم. بعد از آن تنبیه و جریمه مالی و 74 ضربه شلاق دیگه توجیه شدم و چنین کاری رو انجام نمیدم. البته با یه لحن طنزگونه هم بیان کرد این خاطره رو. گوهر خیراندیش در سال 1333 اول شهریور در شیراز متولد شد. این بانوی هنرمند مدرک کارشناسی بازیگری و کارگردانی تئاتر را از دانشکده هنرهای زیبا دریافت کرد و از سال 49 وارد دنیای هنر شد. در همان سال 49 بود که با جمشید اسماعیل خانی آشنا شد که این آشنایی منجر به ازدواج این دو گشت. گوهر خیراندیش سال 57 در دانشگاه تهران قبول شد و به همراه همسر و فرزندانش از شیراز به تهران اومد و در کنار درس خوندن به فعالیت در تئاتر هم مشغول شد. این بانوی هنرمند در سه رشته پزشکی، زبان انگلیسی و هنر در دانشگاه قبول شد، اما به خاطر علاقه‌ای که داشت هنر را انتخاب کرد و از این انتخاب راضی و خوشحال است. اگرچه به پزشکی هم علاقه داشت، اما به دلیل ترس از خون تصمیم گرفت به سراغ این رشته نرود. گوهر خیراندیش زندگی مشترکش را خیلی زود آغاز کرد.
در دوران دبیرستان بود که با جمشید اسماعیل خانی آشنا شد و این آشنایی منجر به ازدواج آنها گشت. در مورد ازدواجشون گفتن، وقتی کلاس نهم بودم و در تئاتر مشغول بازی بودم، آقای اسماعیل خانی من را به خانه می رساند. یکی از روزها وقتی من را به خانه رساند، مادرم به او گفت لطفاً دیگر این کار را نکنید. من خودم به دنبال دخترم می آیم. یک روز اسماعیل خانی گفت به مادرت بگو آبگوش درست کنه تا من به خونه شما بیام. وقتی به منزل ما آمد، ماجرای ازدواج را مطرح کرد که مادرم گفت دختر من خیلی جوونه و هیچ کاری بلد نیست. حتی بلد نیست لباسهاشو جمع کنه و اصلا نمیتونه یه زندگی رو اداره کنه. اما من و اسماعیل خانی 38 سال با هم زندگی خوشی را داشتیم. گوهر خیراندیش در یکی از مصاحبه‌هایش گفت سال 49 در شیراز کلاس نهم بودم و چون دبیرستان اجازه نمیداد به ناچار فقط صیغه خواندیم و وقتی دیپلمم رو گرفتم هم اسم همسرم و هم اسم پسرم همزمان در شناسنامه‌ام ثبت شد. حاصل ازدواج گوهر خیراندیش و جمشید اسماعیل خانی 3 فرزند است. پسری به نام امید که در آلمان زندگی میکنه و 2 دختر به نامهای آزاده و آناهیتا. آزاده در ایران و آناهیتا در آمریکا. مراسم ازدواج آناهیتا بود که گوهر خیراندیش توی اون مراسم رقصید و فیلمش پخش شد. جمشید اسماعیل خانی همسر گوهر خیراندیش در 20 فروردین 1329 متولد شد و در تاریخ 18 فروردین 1381 درگذشت. گوهر خیراندیش در سال روز درگذشت جمشید اسماعیل خانی مهمان برنامه حالا خورشید بود و در این برنامه درباره مهریه‌اش گفت مهریه من 1 کاسه نبات و 1 کلام الله مجید، نمک طعام، 5 سکه به نیت 5 تن، ابریشم و گل نرگس بود که من این مدل مهریه رو در سریال میوه ممنوعه هم آورده بودم و یکی از خصوصیات اخلاقی جمشید این بود که همیشه برای من گل می‌خرید و روزی که فوت کرد هم همه خانه ما پر از گل بود. روح جمشید اسماعیل خانی در آرامش باشه. برای خانم خیراندیش سلامتی و تندرستی رو آرزو می‌کنیم. اگر شما بخواید به خانم خیراندیش امتیاز بدید از 1 تا 10 چه امتیازی به ایشون میدید؟ لطفا نظرات خودتون رو در مورد خانم خیراندیش بنویسید. خیلی ممنونم که به این ویدیو توجه کردید. 1 دنیا ممنونم به خاطر لایک شما عزیزان و لطف و محبتی که دارید. اگه هنوز عضو کانال منحرفان شریف نیستید، همین الان لوگوی کانال منحرفان شریف رو مشاهده میکنید که با 1 کلیک خیلی ساده روی این لوگو میتونید به راحتی عضو کانال بشید. مواظب خودتون باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.